سلام، به صفدوی آخر هفته خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. این برنامه دو بخش دارد که بخش دوم آن درباره نبود امنیت برای روزنامه نگاران و ترور روزافزون آنها در افغانستان است. اما در بخش نخست، پیشاپیش انتخابات 1400 که از حالا به دلیل تحولات در سیاست خارجه برنده آن میتواند تأثیری اساسی بر میزان موافقت و مخالفت‌های داخلی برای مذاکره با غرب داشته باشد، نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی برای تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند. بر اساس طرحی که نمایندگان دادند، قرار است معنای برخی از جنجالی‌ترین اصطلاحات روشن شود که تاکنون مفهوم مشخصی نداشتند. گرچه پیشتر شورای نگهبان بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعریف مدیر و مدبر و رجل سیاسی را تبیین کرده، اما در طرح جدید مصادیق روشنی طرح می شود و دستورالعمل‌هایی برای آزمودن آن تعاریف به میان می آید. البته شاید همین باعث شود تصاویر جذابی که در روزهای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری می دیدیم از دست بدهیم. در کشوری که آخرین انتخاباتش با سردی برگزار شده، نهادهای نظارتی امکان برگزاری انتخابات آزاد را نمی‌دهند و بخش قابل توجهی از مردم در اعتراض به حاکمیت انتخابات را تحریم می‌کنند، اساساً این همه جنجال سر چیست؟ سه میهمان داریم. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست و حسن اسدی زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران، و همینطور اینجا همکارم فرنوش امین‌شاهی با ماست که این مسائل رو خیلی با دقت و از نزدیک دنبال می‌کنه. فرنوش، واقعا این همه جنجال سر چیه؟ این سوالی بود که حتی تو صحن علنی مجلس هم یه سری از مخالفان این طرح مطرح کردن و گفتن در شرایطی که مجلس 11 بر سر کار اومده و شعار حل مسائل اقتصادی مردم رو میده، چرا طرحی رو آوردید که شائبه مهندسی انتخابات رو در پیش داره؟ و این سوالی بود که بعدتر در تمام رسانه‌های چه اصلاح طلب و چه اصولگرا هم مطرح شد. این زن به وجود اومد که طرحی رو که مجلس به دنبال به تصویب رسوندن اونه، اگر به نتیجه برسه، شورای نگهبان بخواد اون رو تصویب بکنه، عملا خروجی اون دیگه رئیس جمهور نخواهد بود، رئیس دولتی بود که خواهد بود که منتخب شورای نگهبانه. یعنی میاد حلقه تنگ در واقع کاندیداها و چهرهای سیاسی رو که میتونن از صد شورای نگهبان رد بشن رو محدودتر کرده، تبدیل به یک، شاید بشه گفت که سوراخ سوزن کرده. چطور این کار رو میکنه؟ چون مثل اینکه طرح یک قوانین روشنی گذاشته برای حتی آزمون برگزار کردن برای این کاندیداها. طرحی که مجلس داره بررسی میکنه بسیار تفسیر برداره و ابهامات خیلی زیادی داره. مثلا من اگه بخوام چند تور براتون مثال بزنم، مصداقی به شاید بپردازیم بهتر باشه. جایی اومده گفته چه کسانی میتونن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن. گفته مثلا شهردار شهرهای بالای 3 میلیون نفر یا استاندارهای بالای 2 میلیون نفر میتونن کاندیدا بشن. حالا اومد و یه استانداری داشتیم در شهر 1,900,000 نفری که خیلی کاردانتر و مدیر و مدبرتر بود، در این صورت اون نمیتونه. یا اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ما میدونیم که علی شمخانی و محسن رضایی هستن، این افراد میتونن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن، اما اشخاص اعضای این دو نهاد نمیتونن. یا مثلا عنوان شده که در واقع رئیس دیوان محاسبات کشور میتونه، که ما میدونیم که آقای بصر پاشه. انگار که این قانون برای اشخاص نوشته شده. جلوتر که میریم یک بخش هایی داره برای بررسی اینکه مدیر و مدبر بودن و اینها چیست، مسائل در اونها مطرح شده که واقعا معلوم نیست که چطور میشه اینها رو با چه متر و میزان اندازه گیری کرد. مثلا اینکه کاندیداها باید مشورت پذیر باشن یا اینکه قدرت تحلیل مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی رو داشته باشن، اینها رو چطور میشه بهشون دست پیدا کرد. یک بخش دیگری که بسیار بخش به نظر میاد مهمیه و میتونه کل قانون انتخابات رو واقعا دگرگون کنه، اینه که کاندیداهای انتخابات علاوه بر اینکه میان ثبت نام میکنن، باید برنامه کاری بدن. به جز این باید 5 مشاور معرفی بکنن به شورای نگهبان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، اجتماعی و بین الملل. این شورای
نگهبان طبق این طرح میتونه از این مشاوران امتحان بگیره، به نوعی گفته مصاحبه کنه، یعنی اونها رو بیاره بنشونه امتحان از اونها بگیره. شبیه امتحان شغلی هست بیشتر، اینجوری که مثلا بعضی مثلا همینجا در بی بی سی وقتی بخواید استخدام بشید باید امتحان مصاحبه بدید. مثلا من آقای افشاری رو وارد بکنم ببین، مثلا آقای افشاری این بحث قانون انتخابات بحث جدیدی نیست، تقریبا میشه گفت در هر دوره‌ای از مجلس سعی شده برای این تغییری که صورت بگیره و همیشه به درهای بسته هم خورده. چرا فکر میکنید که اینقدر لازم میبینن قانونگذاران که وارد این مبحث بشن؟ به نظر من این طرح رو باید از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم، خیلی در سطح حالا یک جناح سیاسی یا مجلس نیست. اینا به نوعی برمیگرده به تغییراتی است که جمهوری اسلامی در دهه پنجم حیات خودش و به خصوص در دورانی که به هر صورت داره آماده میشه برای جانشینی آقای خامنه‌ای داره انجام میده و ولی فقیه آینده، همونطور که در دورانی وقتی آقای خامنه‌ای رهبر شد پیش از اون تمهیداتی انجام شد که قدرت حقوقی ولی فقیه افزایش پیدا کنه، چون تصور میشد که هر کسی بشه اون شخصیت و جایگاه حقیقی آقای خمینی رو نداره. ولی فقیه بعدی هم همینطوره، برای مدیریت این نهادهای انتخابی باید محدودیت‌های قانونی بیشتر بشه به لحاظ ساختاری و اساسا دیگه اگر این قانون تصویب بشه، یعنی تصویب که در مجلس خواهد شد ولی اگر در شورای نگهبان تایید شه و تشخیص مصلحت هم بر اون صحه بگذاره، این دیگه پایان کامله. یعنی کسی که حالا قبلا میشد رئیس جمهوری اسلامی بود، نه جمهور مردم ایران، جمهور ناجمهور جمهوری اسلامی بود، الان میشه گماشته شورای نگهبان. و اساسا دیگه مسئله چیه آقای افشاری؟ برای بسیاری از مردم که همین الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن، سال هاست که دست جستن از اینکه انتخاباتی که برگزار میشه در ایران انتخابات آزادی باشه، اون کسی که انتخاب میشه به قول شما برآمده از جمهور مردم باشه. چه فرقی هست؟ اون چیزی که الان نگرانی ایجاد میکنه برای ناظران دقیقاً چیه؟ ببین فرق اصولی نداره. حالا نگرانی اون از چه زاویه دیده میشه؟ از دید کسانی که اساسا ساختار جمهوری اسلامی رو مشکل میدونن، نه اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه. خب این واقعا اتفاقی نیست. اتفاقا اگه جهاتی هم بهتر هستش که جامعه رو راسختر میکنه برای اینکه باید مشکل اساسی حل بشه. اما در واقعیت ماجرا تا پیش از این انتخابات های ریاست جمهوری چون سیاسی تر هست، یک ظرفیت بالقوه جنبش سازی داشت، یا یک کسی که به نوعی ویژگی های ترجیح نظر طلبانه پیدا کرده میتونست بیاد مثل خاتمی، مثل میرحسین موسوی، حتی حسن روحانی، حالا با اون چهره ای که البته فریبکارانه ای که به جامعه نشون داد، خب میتونست مقابل سلیقه سیاسی حاکم و شورای نگهبان قرار بگیره. ولی بعد از این کسی که میاد باید خب مثلا فردی مثل احمد جنتی یا کت خدایی یا مدرس یزدی پیش اینها امتحان پس بده و دیدگاهاش از ناحیه اونها پذیرفته بشه و بعد این اقتدارگرایی بدخیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که به مراحل سختری رسیده که عملا کاندیداتور ریاست جمهوری رو خیلی رسما و علنا امتیاز تلقی میکنه برای کارگزاران نظام و جامعه، نیروهای مستقل، نیروهای جامعه مدنی محروم میشن و این وجه آپارتاید سیاسیش رو تصویر تر میکنه. البته میگم از دیدگاه کسانی که معتقدن کلیت جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا بکنه، خب این اتفاق امر منفی نیست، چون بهتر مشکل نشون میده. اما از دید اصلاح طلبان، کسانی که به هر صورت میخوان داخل این ساختار بازی بکنن، برای اونها محدودیت ها و تنگناهای بیشتر ایجاد میکنه و عملا اوضاع رو به کام اصولگرایان شیرین میکنه بعد از این برای کنترل بر قوه مجریه. آیه اسدی زیدآبادی، از نظر شما چی در این مورد، به خصوص در باره این وجه تعریف مدیر مدبر که یک نمونه های روشنی داره که همه اینها به نوعی کارگزاران نظام هستن، در بخشی از نیروهای دولتی و حکومتی کار کردن و بعد میتونن بیان در مثلا آزمون ریاست جمهوری شرکت بکنن، به نظر شما این چه تأثیری میگذاره؟ خب ببینید، من قبل از این که به این سوال شما جواب بدم، فکر میکنم که این موضوع رو و این طرح رو باید از یه زاویه نگاه بکنیم که بتونیم تحلیلش کنیم و اونم اینه که ببینید به هر حال در هر نظام سیاسی سه نوع تصمیم گیری و سه جنس تصمیم وجود داره. یکی تصمیمات قانونی هست که در واقع همون تقنین هست و قانونگذاری، یکی تصمیمات اجرایی هست و یکی هم تصمیمات قضایی.
به هر حال از این سنو در جمهوری اسلامی ما یک مبنای دیگه برای تصمیم گیری هم داریم، اونم مصلحته. در واقع به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان به عنوان نهادی که از میان هزاران نفر که ثبت نام میکنن یک لیستی رو ارائه میده و یک لیستی رو گزینش میکنه برای اینکه به مردم ارائه بده، در واقع بر مبنای مصلحت عمل میکنه نه بر مبنای قانون. چون ببینید به هر حال قانون یک تعاریفی داره و قاعده حقوقی یک تعاریفی داره، از جمله اینکه به هر حال باید پیش بینی پذیر باشه. چجوری میشه مثلا اینو تضمین نمیکنه آقای زیدآبادی؟ چون تو این طرح مثلا همین به نظر میاد که کسانی که طرح رو دادن دارن تلاشی میکنن برای اینکه این رو تبیین بکنن که در واقع مصلحتی که شما میگید شورای نگهبان داره یک در واقع اصولی هم برش حاکم باشه. به نظر میاد که چنین چیزی در این طرح گنجونده شده. حالا البته اینجوری نیست، اونم تفصیلی داره. اما من فکر میکنم به همین دلیل ما در صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان که نگاه میکنیم خیلی با این طرح روی خوش نشون نداده و به هر حال احساس میکنن که هر طرحی در این زمینه میتونه از اختیارات اونها بکاهه. چون حالا ما اون طرفشو نگاه نکنیم، ببینید به هر حال اینها تمام رئیس جمهورهای قبلی رو تا پیش از آقای روحانی رد صلاحیت کردن، یعنی حتی موقع خاتمی رو هم میدونیم که سال 80 یه بار رد صلاحیت کردن. خب این پس بنابراین واقعا مصلحته؟ چجوری میشه مثلا آقای قرضی که فقط مدت‌ها پیش یه وزیر بوده بتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی نتونه؟ اینه که اینها در واقع یک گزینشی و هرچه به جلوتر اومدیم این آرایشی شده برای اینکه بخواد انجام شه. البته در مورد این تر نکات قابل توجهی وجود داره، از جمله این که متنی که نمایندگان در مرداد ماه یعنی همون ابتدای کارشون به مجلس ارائه دادن خیلی متفاوتی با این متنی که در واقع آبان ماه تصویب شد و دوباره چند روز پیش هم یک مرور مجددی شد در صحنه علنی. و در بسیاری نکات در اون طرح نهایی که الان داره روش کار میشه تغییرات شده، تغییرات هم جالب توجهه. مثلا در اون طرح اولیه در معنای رجل سیاسی اومده بود که این فرد باید از هر گونه جریانات غربگرا و واگرا و به طور مشخص گفته بود که از فتنه 1388 مثلا تبری جسته باشه یا در اون نباشه. خب یعنی در این حد، حالا البته الان تغییر دادن گفتن فتنه های پس از انقلاب. میخوام بگم ببینید وقتی یک مجلسی قانون وقتی میذاره یه همچی قانونی که ما قانون انتخابات ریاست جمهوری از قوانین مهم هر کشوری هست، قانون که برای امروز و فردا که نیست که، این قانون باید فرض بشه مثلا برای 100 سال آینده هم هست. وقتی یه مجلسی اینقدر کوتاه بینانه فکر میکنه که مثلا حالا مثلا 50 سال دیگه اصلا چه اثری از کسانی که در انتخابات 88 حضور داشتن وجود داره، همون جووناشون هم دیگه امکان پذیر نیست، وقتی این با این دغدغه ها وارد میشه حتی به نظر میرسه خودش هم اینقدر برای نظام سیاسی عمر در نظر نمیگیره. من نکات دیگه هم هست که بعدا در مورد این باز صحبت میکنم. من میخواستم آقای زیدآبادی خیلی کوتاه شما این رو بگید، چون شما تخصصتون حقوق هست و من میخواستم ببینم که آیا شما در نگاهی که حالا به طور اجمالی به موارد مختلف در این طرح کردید نقطه خاصی به نظرتون اومد که با قوانین جاری در حال حاضر در تضاد قرار میگیره، حالا مشابه همین چیزی که الان فرمودید که خیلی کوتاه بینانه بوده؟ ببین البته این قانون مخصوصا در مورد اون آزمون ها و اینها و اون معرفی مشاوران خیلی در واقع دوباره اصلاح شده و صافکاری شده، در حدی که مثلا گفتن اگر دیگه یه حزبی اینها رو معرفی کرد دیگه نیاز به اون مشاورین و چون اونا هم بعد میومدن امتحان میدادن و اینا، یا کلمه آزمون رو حذف کردن از این جهت. عملا این طرحی که هست خیلی دیگه چندان چیز اضافه‌ای نداره و این هم همش برای این بود که نظر شورای نگهبان باشه که اون مبسوط و یل بودنش هم باشه. و خب البته یه نکته وجود داره، اونم اینه که
ما در اصل 23 قانون اساسی داریم که تفتیش عقیده ممنوع است. این مطلقه و هیچ جایی هم نداره. الان در این طرح که به قانون قرار تبدیل بشه، شورای نگهبان بر خلاف این اصل داره به یک نهاد تفتیش عقیده تبدیل میشه. یعنی اون مثلا مدیر و مدبر بودن و اینها رجل سیاسی چیز کلی بود، الان اینها رو دیگه وارد جزئیات کرده. بله. و اینها نیاز به تفتیش عقیده داره. حالا باید بدید که شورای نگهبان که خودش پاسدار به اصطلاح قانون اساسی هست، این رو مخالف تفتیش عقیده میدونه که خودش به یک نهادی پررنگتر از قبل تبدیل بشه. متوجهم. یه بحث همین سر قضیه رجل سیاسی و مدیر و مدبر، اگه یادت باشه چند سال پیش هم فرنوش آقای خامنه ای به شورای نگهبان گفت که این رو مشخص کنید مصادیقش رو، اونا هم اومدن، البته اون هم خیلی روشن نبود. به نظر میاد که دوباره در این طرح نمایندگان سعی کردن که همون تعریف ها رو باز تعریف بکنن، دوباره اومدن یه مقدار در واقع این رو بس دادن. ولی در ادامه صحبت آقای زیدآبادی، اون چه که به نتیجه میرسه ازش اینه که بیشتر به نظر میاد یک مانیفست سیاسی تبدیل شده، بیش از اینکه قانونی باشه که نگاه بلند مدت داشته باشه. انگار که نگاهش به همین انتخابات پیش روی برای حفظ یک سری از رقبا و حتی واژه‌هایی تو این قانون به کار رفته که ما در کلام بعضی از چهرهای سیاسی می‌بینیم. مثلا اینکه در بندی از این اومده که کاندیدای ریاست جمهوری باید حتما جهادگر باشه، باید اهل مشورت باشه، باید به دنبال عدالت باشه. اینها واژه‌هایی هستن که ما بارها در صحبت‌های آقای قالیباف شنیدیم، حتی اون مانیفستی هم که بعد از انتخابات داد هم اینکه جهادگر باشه و اینها درش مطرح. آیا میشه بفهمیم که کی در مجلس دنبال این طرحه؟ وقتی که این طرح در مجلس مطرح شد، اون زمانی که در آبان ماه که اومد رأی بیاره، 72 رأی مخالف آورد و 160 رأی موافق آورد. بی این 72 رأی مخالف رو رسانه‌های داخل ایران اون زمان نوشتن که از اعضای جبهه پایداری بودن بیشتر و موافقانش حامیان آقای قالیباف بودن. رئیس در واقع کمیسیون مربوطه، کمیسیون شورا هم که این طرح رو باید بررسی کنن، در اون از نزدیکان آقای قالیباف اینور اونور گفته میشه که آقای قالیباف تمایل داره که به انتخابات راه پیدا بکنه و بعضی از این تغییراتی هم که در این طرح داده شده، مثل سن در واقع کسانی که کاندیدا میشن، کف و سقف سنی که در نظر گرفتن، به نوع اینطور ارزیابی شده که برای حذف بعضی رقبایی بوده که این روزها اسمشون مطرحه به عنوان پتانسیل هایی که وجود دارن برای اینکه وارد انتخابات بشن. این هم موضوع جالبیه. همین چند دقیقه پیش تسنیم یک مصاحبه رو با عباس عبدی منتشر کرد. آقای افشاری در این مصاحبه میگه من به کاندیداتوری اشخاص اعتقاد ندارم، احزاب باید وارد بشن. چقدر چنین زمینه اساسا در حال حاضر فراهم هست که احزاب بیان و کاندیدا معرفی بکنن؟ نه، چنین چیزی که فراهم نیست. اصلا از ابتدای انقلاب این مشکل ساختار حزبی بوده. ما در انتخابات شاهد بودیم که افراد بیشتر برجسته شدن، یا اساسا احزاب و گروه های خلوصایی شکل گرفتن، یا اساسا حزب محصول انتخابات بوده. این که شدنی نیست به نظر من. ولی خب اون چیزی که باید نگاه بکنیم، اگر این طرح تصویب بشه در شورای نگهبان در تشخیص مصلحت، اینو دیگه نمیشه در حد اراده قالیباف ده. این تصمیم در جاهای مهمتری گرفته شده. اون کلیدواژه ها رو هم همه رو نگاه بکنیم، بیشتر کلیدواژه های خود آقای خامنه ای هستن و اون نگاه و پیام این هستش که در دهه پنجم و در احتمالاً دوران فعالیت ولی فقیه سوم، دیگه اصلاح طلب اعتدالی نمیتونن در قوه مجریه قرار، در رأس قوه مجریه قرار بگیرن. مسئله فراتر از مصلحته. اینجا یک سری اختیارات دیگه قانونی داده شده و با هر کس که موافق سلیقه شورای نگهبان هست باید بیاد بیرون. مخالفتی که به هر سخنگوی شورای نگهبان کرده، نه از این بابت افزایش اختیارات شورای نگهبان که قطعا بیشتر شده، کمتر نشده، اما این یک الزام داره، یک پیامد داره که شورای نگهبان رو نگران کرده. شورای نگهبان مسئولیت پیدا میکنه در قبال عمل کرده اون کاندیدایی که برنده انتخابات شده، چون این شورای نگهبان ممیزی کرده، امتحان گرفته، رجولیت سیاسی اونو احراز کرده، برنامهش رو بررسی کرده. اینجاست که این ملاحظه برای شورای نگهبان ایجاد شده. اونا میخوان به گونه کار رو جلو ببرن که
متوجه های افشاری، ولی چقدر شورای نگهبان اسم رمز در واقع برای هسته سخت قدرت؟ واقعا چقدر شورای نگهبان رأسا چنین چیزی رو تصمیم میگیره؟ چقدر مثلا بیت یا سپاه یا اینجور بخش هایی که میشناسیم و معمولا قدرت در قدرت در داخل ایران تعیین کننده هستن ممکن هست که نقش داشته باشن؟ قطعا همینطوره. البته ما در حوزه حقوقی و ظاهری خب احتیاج به شورای نگهبانه، ولی ساختار حقیقی مطلقا هیچ وقت شورای نگهبان مسئول نبوده، یا حتی موقعی مثلا اکثر فقهای شورای نگهبان مخالف مهندس موسوی تاییدش بودن، ولی از بالاتر گفته شده. متوجه، ولی با این حساب بهتر نیست یه دست شدنش؟ حلقه مشاوران نزدیکش همیشه تعیین میکنن که درجه رقابتی هر انتخابات چی باشه و چه کسانی فرصت پیدا بکنه. عذر میخوام، شاید صدای من نرسید. من میپرسم آیا به نظر شما بهتر نیست بر اساس همون در واقع تحلیلی که در سوال قبل گفتید که یک در واقع یک دست شدن این سیستم، آیا تکلیف مردم و تکلیف مخالفان، تکلیف گروه های داخل نظام رو یکسره نمیکنه که بدونن با چی طرفن؟ نه دقیقاً به نظر من اتفاق مثبتیه، چون یک سری توهمات، ارزیابی های غلط، ظرفیت هایی که واقعاً موجود نیستن یا هزینه هایی که اینجا داده میشه در برابر منافع احتمالیش خیلی خیلی بیشتر هستن، جلو اینها گرفته میشه. مشکل خیلی بزرگتر از اینه که حالا ما ببینیم قانون انتخابات ریاست جمهوری قبض پیدا میکنه یا بس پیدا میکنه. البته این حرف هم درسته که این خلاف قانون اساسیه. بالاخره قانون اساسی امکان مشارکت رو به طیف زیادی از جامعه داده. اینها عملا داره اینا تبدیل میکنن به یک امتیاز و موهبت برای کسانی که در یه دوره از زندگیشون یه مسئولیتی در این نظام داشتن. بله. و این خودش تبعیض رو بیشتر میکنه. آیه اسدی زیدآبادی، شما تا همین اواخر نامه نوشتید و از در واقع اصلاح طلبان، اسامی مهم اصلاح طلبان خواستید که تصمیماتی که میگیرند رو روش تجدید نظر بکنن، چون احساس میکردید که خیلی راه رو میبنده برای هر گونه تغییری. آیا با شرایط فعلی اساساً چشماندازی میبینید برای هیچ تغییری در داخل نظام جمهوری اسلامی، از داخل نظام جمهوری اسلامی؟ ببینید، این تغییر حتما اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه این تغییر یک معنای سیاسی دموکراتیک داشته باشه، من فعلا هیچ کارگزاری رو نمیبینم که بتونه با نظام سیاسی تعامل بکنه و یک همچین مطلوبیتی به طور جدی داشته باشه که بخواد در تعامل، و این اصلا تصور بشه که در تعامل میشه یک همچین دستاوردی رو داشت. اما من در مورد صحبت‌های دوست بزرگوارم جناب آقای افشاری، من میخوام بگم که ببینید، شورای نگهبان مخصوصا در این چند دوره گذشته واقعا هیچ وقت، شورای نگهبان که در واقع خودش ابزار هست، هیچ وقت اصلا محدودیتی احساس نمی کرده برای اینکه بخواد مثلا نیاز به یه قانونی داشته باشه، یا اصلا نظام سیاسی با اون تعبیری که آقای افشاری گفتن هیچ نیازی به این چیزا نداره، و خیلی هم شاید اون سیاست‌های کلی انتخابات که رفت در مجمع در همون حد میخواست، وگرنه میتونست از طریق مجلس عمل بکنه. این چیزی که در مجلس اومده، این در واقع همونجور که من قبلا گفتم، این مجلس یه بخش عمدهش ستاد انتخاباتی آقای قالیباف، یه بخش کوچیکترش هم ستادهای انتخاباتی سایر نامزدهای اصولگرایان. خب این در واقع شما نگاه بکنید، همین الان من یک دو روز پیش رو سایت مجلس نگاه میکردم، یه طرح اصلاح قانون انتخابات دیگه هم هست که مهر ماه تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه دادن و اعلام وصول هم شده. حالا اون دیگه داستان خودشو داره، ولی الان این چیزی که مونده، ببینید، حالا من میخوام اینجا اشاره بکنم به تغییراتی کرده، چون که این اون چیزی که اول بود الان در واقع شده یه شیر بیال و دم و اشکمی. مثلا اومده بود که به عنوان رجل مذهبی باید اعتقاد داشته باشه به ایجاد حکومت مهدوی و حضرت مهدی، مثلا این حذف شده. یا عرض کنم خدمت شما، نوشته بود که تبعیت کامل از ولایت فقیه، نمیدونم فتنه 88 رو عرض کردم خدمتتون، یا حتی مثلا گفته بود که باید در جهت اهداف مردم مسلمان جهان حرکت بکنه. خب
اگر مردم منافع اونا باشه پس هم اونا باید بیان رأی بدن دیگه. و خیلی جالب بود که از لحاظ شکلی هم متاسفانه ما در این مجلس خیلی مسئله داریم، اصلا بلد نیستم. این در واقع ماده بخش این بخش عمدهش اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که مصوبه 1364. خب این ماده 35 شرایط کلی رو که در قانون اساسی هست رو تکرار کرده بود. اینها برای اینکه اینو تکمیل بکنن 8 تا ماده 35، یعنی ماده 35 مکرر 1، 2، 3 تا 8. بله، یعنی ببینید حتی نمیدونستن که اینا رو خب میشه بند بند کرد دیگه. بله. قبلا هم گفته شده بود که این مجلس کار کارشناسی خیلی نمایندگانش وارد نیستن و خیلی راحت نمیتونن این طرح‌ها رو بنویسن. همون در واقع بله. بیانیه‌ها و بولتن‌هایی که در اون نهادهایی که قبلا بودن بله. نوشتن رو عنوان کار متوجه هم. ولی آقای اسدی دوستی، من میخوام بحث رو ببرم سر یه موضوع خیلی اساسی تر. انتخابات 1400 همونطور که در آغاز برنامه هم گفتم یک چیزی درش مستتر هست و اون اینکه چه کسی در رأس دولتی قرار میگیره که قرار هست مذاکرات آینده رو با غرب پیش ببره، اون چیزی که به هر حال برای رفع تحریم ها گفته میشه لازم هست. فکر میکنید که چقدر این طرح با نگاه به اون داستان نوشته شده؟ نه، من فکر نمی کنم. اساسا اون تصمیمات خیلی تصمیماتی نیست که این نمایندگان مجلس در اونها اجازه ای داشته باشن و حتی خود خیلی رئیس جمهوری که بخواد بیاد، مخصوصا رئیس جمهور بعدی. و اینها یک اختلافاتی هست و یک برنامه ریزی های هست، ستادهای انتخاباتی که در مجلس هست برای اصولگرایان. عرض کردم الان شما مثلا دیدید که یک تو همین آخرین چیز خود آقای قالیباف وقتی که یه بخشی از جبهه پایداری گفتن که اگر اتهاماتی هم مطرح هست به اون نامزد ریاست جمهوری، اون اتهامات هم بعد شورای نگهبان دیگه اون فرد رو رد بکنه. آقای قالیباف برآشفته شده بود که نه، چرا اتهامات و اینا رو، حالا اینا رو بفرستیم کمیسیون شوراهای مجلس، اونجا اتهام نباید باشه، چون که حالا یه سری اتهام به خودش مثلا وارد بود. میخوام بگم اینجوری بود. یا مثلا یه چیزایی در رابطه با این که چه سمت‌هایی میتونن داشته باشن. حالا جالبه در همین سمت‌ها وقتی از رئیس جمهور نظامی هم حالا بعضیا صحبت میکنن، در یه بندش اومده فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر. یعنی کسی که جایگاه سرلشکری و بالاتر داشته باشه، این اساساً یه شرط برای اینکه، یعنی یک چی میگن، یه معیار برای اینکه بتونه رئیس جمهور بشه. من آقای افشاری میخوام نظر شما رو هم راجع به این موضوع بدونم، چون ما بارها و بارها شنیدیم که بحث مذاکره با آمریکا و مذاکره با غرب سرش در داخل و در میان جریانات سیاسی در داخل ایران همیشه دعواست، چون احساس میشه که اعتباری به همراه داره که همه دنبال اون اعتبار هستن و میخوان این رو به نام خودشون بزنن. فکر میکنید که آیا یک همچین نگاهی بین اصولگرایانی که در حال تبیین این طرحها هستند وجود داره؟ نه، منم موافق این نیستم که در این تر اون موضوع مدخلیت داشته. به حال این مناقشات و دعواهای جناحی، اختلاف بر سر حالا منافع احتمالی هست، ولی فراتر از اون اختلاف از گفتمانی هست. ولی تصمیمات در جای دیگه ای از مجلس و دولت گرفته میشه اگر قرار باشه که گفتگوی جدی انجام بشه. من در مورد به اصطلاح بحث قبلی این توضیح رو بدم. ببینید، اینکه شورای نگهبان هر کاری میتونسته بکنه به پشتوانه آقای خامنه ای بوده. تصور بکنیم حالا این آقای خامنه ای نیست دیگه، شورای نگهبان به صرف تصمیم این شش فقیه که حالا نظر مشورتی شش تا حقوقدان دیگر هم میگیرن، به این راحتی نمیتونه کار رو جلو ببره. و اتفاقا همین هایی که امروز الان قدرت تو مجلس گرفتن و به های امثال قالیباف اینا فقط دنبال نیستن 400 نماینده مجلس باشن، اینا میخوان این قدرت رو دائمی بکنن. این احتمال هم میدن که ممکنه ولی فقیه عوض بشه و اینها امتیازاتی رو در دوران رهبری آقای خامنه ای داشتن. همین نگاه رو جناح چپ در اواخر عمر آیت الله خمینی داشت. اومدن در بازنگری قانون اساسی، چپ ها یعنی اصلاح طلبان بعدی بودن که اون اختیارات ولی فقیه رو افزایش دادن. اکثر اعضای جناح راست با اون مخالفت کردن، چون فکر میکردن شاید احمد خمینی جانشین پدرش بشه یا کسی از اونها میاد، اون اقتدار آقای خمینی رو نداره، اختیارات قانونی این ولی فقیه رو دارن. حالا اینجام دارن با این کارها، من نمیخوام بگم آره خیلی کار بزرگی میخوام بکنن، دارن امتیازاتی برای خودشون ایجاد میکنن در اون حوزه ها. این شورای نگهبان این بار دیگه با اتکای قانونی میتونه همه این اعتدالی ها، اصلاح طلب ها، هر کسی که
در مورد اون عبارت هایی که اونجا آمده حرف دیگه داشته باشه، میگن قانون شما رو رد کرده. همون گونه که شورای نگهبان تا سالها در ابتدای جنبش اصلاح طلبی میگفت نظارت استصوابی مسبب مجلس چهارمه، عوضش بکنید سلم نه. ولی خب بعدا دیدیم که این اتفاق نیفتاد. اینه که از این منظرم باید این تحرکات دید 100% درش این جناح مسلط فعلی و انگیزه های سیاسیشون موثره، ولی وقتی این عملی میشه جلو میره این یه موافقت جاهای دیگه ای رو داره، چون اگر بخواد جلو اینها رو بگیرن صد کار در حد همین نمایندگان فعلی باشه اینها به راحتی متوقف میشن و اصلا میتونن بهشون پیغامی بدن دیگه تو معرف دنبال نکنن یا در شورای نگهبان جلو اونها گرفته میشه. حالا باید صبر کرد، ولی اگر این قانون بشه نشون میشه که در ادامه تحولاتی که برای خود همین مجلس رخ داد و مجمع تشخیص مصلحت تبدیل شد به یک سنای انتصابی، اختیارات مجلس کاهش پیدا کرده، قوه مجریه هم هی دارن میزنن، هی محدودترش میکنن، چون اینها یه مشکلی هم با اساسا این مدل ریاستی دارن. میخوان یه ببرن مثلا اگه بتونن رئیس جمهور هم بشه منتخب مجلس نه دل انتخابات. انتخابات ریاست جمهوری نظام بهش مسلط بوده ولی تا حدی بحران ساز هم براش بوده. خب تا الان ولی یه فقیه نسبتا مقتدری مثل آقای خامنه‌ای بوده مدیریت کرده. حالا شما فرض بکنید که یه انتخاباتی بشه مثل سال 88، یه ولی فقیه جدیدی بخواد در اونجا قرار بگیره، مدیریت اون سخت. اینه که همین جناح اصولگرایان لایه‌های تندروترش برای دائمی سازی امتیازهای کنونی به خصوص در شرایطی که آقای خامنه‌ای نباشه زعم خودشون دارن این قوانین رو تصویب میکنه. حالا اینکه تحلیل بسیار جالبیه آقای افشاری و احتمالا ما باید در برنامه های بعدی بهش بپردازیم. فقط من قبل از اینکه بخش رو تموم بکنیم میخوام یه سوال بپرسم در مورد رجل سیاسی و زنان. آیا بالاخره در این قانون تکلیف این روشن میشه یا نه؟ فرناز، نه تنها این مسئله بلکه بسیاری از مسائل دیگه هم در این قانون گنجونده نشده، چرا که با توجه به شرایطی که ایران داره در حال حاضر و با توجه به بحث هایی که در مورد بیماری آیت الله خامنه ای، بحث جانشینی اون مطرح، شرایطی که ایران در منطقه داره، نارضایتی های داخلی، هم مقام در واقع میشه گفت هسته سخت قدرت در ایران اینه که دولتی سر کار بیاد که هزینه های سیاسیش بسیار پایین باشه و دوباره اون ریسک رو نکنن که اتفاقی مثل مثلا تجربه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیش بیاد. متشکرم، ممنونم از تو فرنوش. آقای افشاری و آقای اسدی زیدآبادی، ممنون که در این برنامه شرکت کردید. در دهه اخیر افغانستان آزادی رسانه‌ای را تجربه کرده که در فضای رسانه‌ای فارسی سابقه نداشته. برخلاف ایران و تاجیکستان، روزنامه نگاران در رسانه‌های داخلی افغانستان از آزادی بیشتری برخوردارند و رسانه‌های فارسی خارجی هم اجازه حضور در این کشور را دارند. اما این آزادی گهگاه با هزینه بسیار گزافی از جان روزنامه نگاران در این کشور همراه بوده. در ماهای اخیر به خصوص میزان حمله و کشتار روزنامه نگاران افزایشی تصاعدی داشته و باعث نگرانی خود روزنامه نگاران و همینطور نهادهای مدنی داخلی و بین المللی شده. ملاله میوند، الیاس دایی، فردین امینی، یما سیاوش نام برخی از این روزنامه نگاران است که یا هدف قرار گرفتند یا به طور مرموزی کشته شدند. شماره بیشتری دائما تهدید می شوند که یکی از آنها فرهناز فروتن است که در این برنامه مهمان ماست. فرهناز فروتن خبرنگاری است که تهدید شده و الان در جایی است که ما ترجیح دادیم اعلام نکنیم. صدیق توحیدی، رئیس امور دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از کابل با ماست. خوش آمد میگم به هر دوی شما و ممنونم که در این بحث شرکت کردین. خانم فروتن، از شما میپرسم ممکنه کمی به من در مورد شرایطتون در روزهای آخر قبل از ترک افغانستان بگید؟ سلام عرض میکنم و همه بیننده های بی بی سی فارسی را. متاسفانه از دیر زمانی به این طرف، از زمانی که توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان به امضا رسیده، شرایط در افغانستان شرایط ناگواری است و شبیه یک تونل تاریکی است که در تاریکی راه رفتن میریم و صدای کشته شدن دوستان، نزدیکان، کسانی را که میشناسیم، کسانی را که نمیشناسیم میشنویم، ولی هیچ کاری که انجام دادن نمیتونیم. بعد از دقیقاً بعد از اینکه ما یما سیاوش را از دست دادیم، ما فرصت سوگواری به او حادثه را هنوز نیافته بودیم که حادثه
دایی اتفاق افتاد، الیاس دایی، و همزمان با ماجرا گزارش از طرف همکاران در کابل مبنی به این رسید تهدیدی وجود داره به خاطر ای که مرا بکشت. روزای هست متاسفانه من امیالم که امرای شما صحبت میکنم، پیش از ای که به برنامه شما وصل شوم با تقریبا بیش از 10 زن روزنامه‌نگار در کابل و خارج از کابل صحبت کردم، همگی یک سخنه دارن که هر لحظه منتظر از این هستیم که از کدام طرف، در کدام کوچه، در کدام خیابان، از پنجره خانه و یا از دروازه موتر کسی به ما شلیک میکنه و ما کشته میشیم. بله، دردناکه، واقعا ترسناکه و من واقعا متاسفم خانم فروتن. آی توحیدی، چه کاری میشه کرد؟ آیا میشه انتظار داشت که حکومت افغانستان امنیت روزنامه نگاران رو تامین بکنه؟ آیا کاری در حد و اندازه این اتفاق که داره میفته انجام شده؟ من عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت خانم فروتن و بیننده های تلویزیون فارسی بی بی سی. متاسفانه حکومت در حد نیست که بتوانه از حملات احتمالی علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جلوگیری و پیشگیری کند. با وجود که منابع امنیتی، ارگان‌های امنیتی تلاش می‌ورزند که و اطمینان می‌دهند، اما متاسفانه همکاران ما چه در کابل، چه در هلمند، چه در ننگرهار و سایر نقاط افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرند و تهدید به مرگ می‌شوند. باور ما به این است که تغییر در یک استراتژی حلقات در داخل افغانستان، چه مربوط به گروه طالبان است یا هر گروهی که علیه حکومت موجود می جنگد، این است که اینا با هدف قرار دادن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می خواهند جو تبلیغاتی وسیع را ایجاد کنند که ماحصل این جو رو با ترس و هراس است. ما در واقعات خونین تو سیر وقتی گذشته که خانم فروتن از آن یاد کردن، دقیقا ما متوجه این مسئله شدیم. خبرنگاران اهداف نرمی هستند که به سادگی مورد حمله قرار می گیرند بدون هیچ بادیگاردی، بدون هیچ گونه مسائل امنیتی و یا هم تأمینات فیزیکی به کارهایشان می روند و دوباره بر می گردند و امکان داره به سادگی هر خبرنگار مورد حمله قرار بگیره، یا به صورت مستقیم یا هم با استفاده از ماین‌های مغناطیسی. آیا فرقی اما جوی که ایجاد میشه این جو به حد بله. آیه توحیدی، آیا فرقی میکنه که این خبرنگار چه حوزه‌ای رو داره پوشش میده، چه میکنه که هدف قرار میگیره، یا اساساً کور هست که مشخص نیست؟ عرضم خدمت شما این است که واقعات اخیر نشان داد که هیچ دلیل موجهی برای هدف قرار دادن خبرنگاران وجود ندارد. الیاس دایی در شهر لشکرگاه استان هلمند مورد حمله ماین مغناطیسی قرار گرفت و یگانه فرزندش که یک دختر است بی پدر شد و در عین جوانی از دنیا رفت. ما بررسی هایی که داشتیم که آیا کدام گزارش خبری از آقای دایی سبب این حمله شده، چون این چیز به دست نیامد. همچنان در مورد حمله بر ملاله میوند در شهر جلال آباد هیچ گونه نشانه از این که گویا یکی از فعالیت‌های رسانه‌ایشان سبب این حمله شده باشد وجود نداشت. و همچنان یما سیاوش که در کابل به اثر انفجار ماین مغناطیسی به شهادت رسید، هم 3 سال تمام یا کمتر از 3 سال در مشغول تحصیل بود. وقتی که برگشت مورد حمله قرار گرفت. ما دلایل روشن و نشانه های روشنی از این که کار رسانه‌ای همکاران ما سبب حمله بر آنها شده باشد نداریم. اما آنچه را که می‌دانیم این است که متاسفانه حملات علیه خبرنگاران ممکن است به 2 منظور صورت بگیرد. یکی آن که قبلا عرض کردم، به خاطر ایجاد فضای رعب و ترس گسترده در فضای رسانه‌ای افغانستان. دوم این که ممکن است سعی کنند دشمنان آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها قبل از این کدام تغییر سیاسی در اوضاع افغانستان بیاید، این ارزش و این سکتور
جداً محدود شود و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رو به خودسانسوری بیاورند. خیلی موضوع جالبی رو اشاره کردید آقای توحیدی. باید بگم که وضعیت افغانستان در سالهای اخیر باعث برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار و بسیار از همکاران من در رسانه‌های فارسی زبان واقعاً جایی هست که ما آرزو می‌کردیم این امکان در ایران گاهی فراهم بود، اینکه فضای رسانه‌ای تا این حد باز باشه. خانم فروتن، فکر می‌کنید که چقدر ممکن هست که با این شرایطی که الان می‌بینید این فضا بسته بشه؟ چقدر همین ترس از خودسانسوری وجود داره؟ چقدر الان همکاران شما در افغانستان ممکن است نگران باشند از اینکه چیزی رو بنویسند یا راجع به موضوعی صحبت بکنند؟ خانم قاضی‌زاده، مسئله که بیشتر از همه چیز، بیشتر از آزادی بیان، امروز روی زندگی اکثریت همکارانی که من در افغانستان میشناسم، روزنامه‌نگار هستن، روزنامه‌نگاران مطرح هستن، این است که ما میخوایم زنده، ما میخوایم کشته، ولی روزهاست که شب و روزشان به ویژه زنان روزنامه‌نگار، زنان خبرنگار با این دلها رو سپری میشه که نفر بعدی کیست؟ کشته شدن ملالم یک حادثه بسیار هولناک بود، اما تو که جناب توحیدی صاحب عرض، هیچ گزارش کسی وجود نداشته که او کدام گزارش تازه کار کرده باشه، کدام برنامه جدید را پیش برده باشه. فقط میتونه یک دلیل وجود داشته باشه که با کشتن ملالم ایوان به عنوان یک زن در ننگرهار افغانستان اینا وحشت از زیر افزایش بتن که دیگه شما کار نکنین، دیگه شما به تلویزیون ها نرین. گزارش و اطلاعات امنیتی تازه در این شب و روز در کابل میچرخه که گفته شده یک سری اطلاعات نو در دسترس قرار گرفته که زنان روزنامه‌نگار، کسانی که چهره‌های مطرح هستن، کسانی که صدای بلند دارن، اینا در معرض تهدید قرار دارن. برای هر کس تماس گرفته شده که شما متوجه جان خود باشین. با سلسله و با تایید صحبت‌های آقای توحیدی، من می‌خوام اینو بگویم که چطور میتونه آدم در یک فضایی که قرار است کسی تو را ترور بکنه، تو که نه تانک داری، نه تفنگ داری، نه اسلحه داری، چطور میتونی متوجه خودت باشی باز در جامعه مثل افغانستان که یک زن باشی؟ ولی متاسفانه بی‌پروایی هم وجود داره، تشویش هم وجود داره، اوضاع نگران کننده است. من از وقتی که دور هستم از همکارانم تا اندازه هر روز با اونا صحبت میکنم، باز همیره برای شما عرض میکنم که من با یک همکارم فقط 2 ساعت پیش از برنامه شما صحبت میکنم، بر من میگه که من نمیخوایم کشته شم. یکی دیگهش بر من میگه که اگر مرا قرار است بکشن، من نمیخوایم زخمی شم، نمیخوایم چهره خود از دست بدم، من میخوایم کاملا از بین برم. یعنی یک فضای کاملا ناامید کننده که نه تنها حکومت برنامه مشخص، متاسفانه رسانه های بزرگ افغانستان هم در این قسمت بی‌پروایی کرده رایستن، خطر را جدی نمیگیرن تا زمانی که خدای نخواسته باز یک حادثه بزرگ دیگه به وقوع پیوسته. چه باید بکنن؟ به نظر شما الان اسپوردید از رسانه ها، خود رسانه های بزرگ که به هر حال بودجه های قابل توجهی هم ممکنه داشته باشن، شاید بتونن از پس در واقع مسائل امنیتی هم بر بیان، یا دولت افغانستان، حکومت افغانستان، فکر میکنید باید چه اتفاقی بیفته که تا به حال نیفتاده؟ خانم قاضی‌زاده، یک بحث بسیار مهم بحث روحیه است. متاسفانه از اگر یک گروه تروریستی قدرتی را پیدا کرده، من میخوام این را عرض بکنم به شما که یک وحشت بی پایانه در بین موج کلانی از مردم ایجاد بکنه و در این موج کلان خبرنگاری، خبرنگارای زن، کسانی که بی‌دفاع ترین افراد ممکن در جامعه هستند، شما با یک چاقو و با یک شاید با یک لاتوکوب فیزیکی میتونین اونا رو از بین ببرین. هیچ نیاز به این نیست که شما خمپاره انتقال بدین یا خودتان از خاطر از اونا انتحار بکنین، ولی این وظیفه حکومت است که در یک برنامه، در یک انسجام، در یک پروگرام هدفمندی که لااقل امنیت روانی را تا اندازه بر از یا کسب بکنه. این درست است که آل در این شرایط توحیدی صاحب شاید بسیار واقع بینانه صحبت بکنن که امید داشتن از حکومت هم واهی باشه، ولی خب از کی امید داشته باشیم ما دیگه؟ وقتی که امنیت جان ما را در او شار و یا در او وطن گرفتن نتانند، در کشوری که هیچ رفاهی برای مردمش نداده، هیچ آسایش نداده، ولی وقتی که جان تو هم در خطر باشه دیگه چی میمانه؟
آقای تویدی به موضوع مهمی اشاره میکنن، شاید اساسا از دولت افغانستان هم نشه توقع کرد، همونطور که شما هم گفتید، اما از کی میشه توقع کرد؟ آیا فکر میکنید راهی هست؟ آیا میشه مثلا از نهادهای بین المللی اومد تقاضا کرد و خواست که این نهال نوپای آزادی بیان در افغانستان رو اونقدر براشون ارزش قائل بشن که بیان هزینه بکنن، بیان سرمایه گذاری بکنن، امنیت رو تامین بکنن، حالا اگه تامین نیروهای در واقع محافظ هست یا به نوعی من نمیدونم چه امکانی لازم هست، ولی به هر حال هر چه که لازم هست رو فراهم بکنن. آیا میشه این رو از نهادهای بین المللی خواسته های توحیدی؟ در مورد حکومت افغانستان هرزم خدمت شما این است که حیات همه شهروندان افغانستان معروض به خطر است و گسترش ناامنی و جنگ و قتل‌های سیاسی و هدفمندانه همیشه در افغانستان وجود داشته و جان بسیاری از افغان‌ها را در نقاط مختلف افغانستان گرفته، اما در این اواخر این قتل‌های هدفمند شامل حال خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شده است. حکومت تلاش‌های خودش را انجام می‌دهد، حکومت اطمینان لازم را به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میدن، اما ما وضعیت افغانستان را طوری میبینیم که ممکن است حکومت کمتر توفیق این را حاصل بکند تا از حمله علیه یکی از همکاران ما موفق شود. گاه گاه چنین چیزی هم شده است، اما در کلیت بزرگ به سطح افغانستان متاسفانه امید از این که حکومت با تمام توانش مانی هر نوع حمله علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شود به این سادگی میسر نخواهد بود و این امید بسیار یک امید دقیق و حقیقی نخواهد بود. اما در مورد مسئولان رسانه‌های بزرگ در افغانستان یا رسانه‌های کوچک، باور من به عنوان کسی که سالها بحث دادخواهی با در مورد خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را داشتم این است که رسانه‌های بزرگ در زمینی امنیت و مسئولیت همکارانشان جدا باید متوجه باشند. تایم‌های کاریشان را، چگونگی رفت آمدشان را به رسانه‌ها و همچنان سایر تأمینات که نیاز است، اینا توان انجام این کار را دارند، باید برنامه ویژه داشته باشند. همچنان حکومت افغانستان برنامه ویژه به خاطر تأمین امنیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران روی دست بگیرد. اما از همه مهمتر مسئله را که من میخوام بهش اشاره کنم این است که طالبان از یک حالت شورشگری و جنگجویی کامل مبدل شدن به یک حرکت سیاسی نظامی. امروز دفتر رسمی سیاسی این گروه در قطر است، مذاکرات بین الافغانی آغاز شده است. کشورهای کمک کننده به افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا که طرف قرارداد و موافقت نامه با طالبان بوده، باید از نفوذ خودش در این زمینه استفاده کنند. طالبان دو راه دارند، یا اینکه مسئولیت این حملات را به دوش بگیرند که نمیگیرند در این اواخر بعد از امضای موافقت نامه، و اگر در پشت این حملات و اقدامات خونین طالبان نیستند، طالبان باید به صراحت اعلان کنند که علیه هیچ رسانه و خبرنگار متوسل به اعمال زور و فشار نمیشوند و هیچ خبرنگاری را هدف قرار نمیدن. نه تنها در شعار این اعلامیه باید صادر شود، و تمام افرادشان در سر تا سر افغانستان دستور بدهند که علیه خبرنگاران هیچ گونه اقدام خصمانه نداشته باشند. بعد جامعه جهانی، حکومت افغانستان و سازمان‌های بین المللی پیرامون این مسئله به بحث بپردازند که پس خبرنگاران را کیها مورد هدف قرار میدهند و فشار لازم باید خودتون فکر میکنین کیا مورد هدف قرار میدن؟ اگه طالبان مسئولیت رو قبول نمیکنه، آیا فکر میکنین گروه های دیگری هستن که اونها مثلا داعش، گروه های دیگر، یا شما فکر میکنین کار طالبان؟ در مورد قتل ملال میوند در شهر جلال آباد ننگرهار افغانستان، یک صفحه مربوط به داعش این مسئولیت را گرفت، اما بعد این پیام دوباره از صفحهشان محو شد. طالبان اکثرا این گونه عملات را مسئولیت نمیگیرند. ما در یک وضعیت هستیم که اصلا قاتلین خودمان را شناسایی نمیتونیم بکنیم. کیها خبرنگاران را به قتل میرسانند؟ منظورشان از کشتن خبرنگاران چیست؟ چگونه میتوان با این پدیده مبارزه کرد؟
بدون حمایت جامعه جهانی، بدون حمایت کشورهای متعهد به آزادی بیان و به ویژه کشورهای همسایه و پاکستان، باور ما این است که به این سادگی نمیتوان این حملات علیه خبرنگاران را متوقف کرد. خانم فروتن، شما در این مذاکرات صلح هم عنوان خبرنگار حاضر بودید. من یه عکس دیدم که اونجا بودید. امیدوارم اشتباه نکرده باشم. میخوام ببینم که شما هم زن هستید که در این مذاکرات نگرانی عمده‌ای در مورد موقعیت زنها و اینکه در مذاکرات چقدر وضعیت اونها در نظر گرفته میشه وجود داشت. هم خبرنگار هستید. جفتی که اونجا دیدید، آیا فکر میکنید اساساً اینجور مسائل در اولویت قرار داره در این مذاکرات یا نه؟ خانم قاضی‌زاده، اگر اجازه باشه من بسیار کوتاه در مورد بحث حکومت میخوایم صحبت بکنم. با سلسله صحبت‌های توحیدی صاحب، زمانی که معاون اول حکومت شما در صفحه تویتر خود، در صفحه فیسبوک خود اعلام میکنه که یک سری و یا یک روند جدیدی از ترورها آغاز شده، حکومتی را به سر طالبا حواله میکنه، طالب میگه ما این کار انجام ندادیم، خب دایش گاهی صداش میبرای گاهی نمیبرای. شما در مابین این فضا ببینین که چقدر زندگی کردن برای یک گروه سخت است، برای تمام انسان های سخت است، مخصوصا وقتی که فهمیده شده که تو مورد حمله قرار میگیری، قرار است تو ترور شوی و معاون اول ریاست جمهوری میگه که ترور کمر مردم ما را نمشکنانه. من میخوایم پرسام بکنم که چطور نمشکنانه؟ همگی کشته شده را ایستن و تنها چیزی که بر مردم امروز مانده همی جانشان است که مثل یک ارزانترین وسیله ممکن در سراسر افغانستان در قف دستشان است، هر روز از خانه خود میبراین. بر من یکی از خبرنگارای مطری افغانستان چند دقیقه پیش میگفت وقتی که من دروازه اتاق خود صبح بسته میکنم، فکر میکنم که شاید شام بیایم می دروازه را من باز نکنم. به این لحاظ من فکر میکنم کمکاری از حکومت افغانستان هست. حکومت درست کار نمیکنه، رسانه های کلان و معتبر با وجود امکانات و پولی که دارن کار نمیکنن. تنها چیزی که در اینجا هدر میره خون انسان هایی است که در شرافتمندانه ترین راه ممکن زحمت کشیدن. در مورد مذاکرات دوحه، خوشبختانه یا بدبختانه رفته بودیم به قطر با جمع کلانی از همکارا. متاسفانه وقتی که آدم فضای مذاکرات را در اوجا میبینه و وقتی شما با سیاستمدارای کلانی که چه از امریکا، چه از طالبان، چه از برخی از چرای افغانستان صحبت میکنین و در مورد بحث زنان صحبت میکنین، به شکل بسیار مشخص در مورد بحث ارزش ها صحبت میکنین، در مورد بحث آزادی بیان، نه به عنوان اینکه تنها رسانه های افغانستان آزاد باشن، آزادی نوشتن، آزادی انتخاب، این بسیار یک بحث جالب برشان میایه، برخلاف آنچه در شبکه‌های اجتماعی، برخلاف آنچه در اعلامیه‌ها، برخلاف آنچه در مصاحبه‌های تلویزیونی اینا شما می‌بینید، می‌بینید که بحث برشون یک بحث بسیار پیش پا افتاده است. یکی از اصلی‌ترین مباحث در این مذاکرات بحث از است که طالبان می‌خواهن با چهره‌های مثل وارثین مجاهدین و یا دیگران روابط خود را محکم کنند که چگونه قدرت را تقسیم بکنند. کسانی که در دستگاه کابل هستند، جمهوری اسلامی افغانستان، کسانی که در حکومت هستند، اینا کوشش میکنند طرف تیم خود کار کنند. تنها 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم خانم فروتن. به طور خلاصه خوشبین نیستید به اینکه اتفاق مثبتی بیفته؟ همزمان با اینکه همگی احساس از این میکنن که کشته شده را ایستن و هر روز اوضاع بدتر از دیروز هست، من فکر میکنم هیچ چیزی به نام خوشبینی در اینجا دیگه معنا نداره. ممنونم از شما خانم فروتن و آقای توحیدی، متشکرم که با برنامه صفحه دو صحبت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. برنامه رو میتونید به صورت پادکست هم روی تلگرام هم روی اپلیکیشن پادکست بشنوید. شب روزتون خوش.